سرخط مهمترین خبرهای روز. رئیس پروژه های بین‌المللی انرژی ترکمنستان برای افغانستان و پاکستان به کابل آمده است. 4 طالب و 1 نیروی جبهه مقاومت در بغلان کشته شدند. و خبر عاجله که همین اکنون بعد از دست ما رسید. بازداشت امین خان متقی در ناروئه. به نام خداوند بخشاینده مهربان. بازم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال کابل وایز. امید که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه 8 صبح در ریبرگ رسمی فیسبوک خود می نویسد. رئیس پروژه های بین المللی انرژی ترکمنستان برای افغانستان و پاکستان به کابل آمده است. شرکت برشنا با نشر خبرنامه گفته است. رئیس پروژه های بین المللی انرژی ترکمنستان برای افغانستان و پاکستان به منظور تسریع کارهای حقوقی و تکنیکی برفسانی به کابل آمده است. این شرکت امروز دوشنبه 14 با نشر خبرنامه گفته است که رهبری برشنا با هیئت ترکمنستانی پیرامون تسریع کارهای حقوقی و تکنیکی پروژه های برفسانی از جمله پروژه تاب گفتگو کرده است. حافظ محمد امین رئیس اجرای برشنا در این اعلامیه گفته است که ترکمنستان همکار خوب این شرکت در پروژه های برق‌رسانی در کشور است. رئیس اجرای برشنا ابراز امیدواری کرده است که با ایجاد نقشه راه مشترک کار پروژه های برق‌رسانی با ویژه سبتیشن نور الجهاد و پروژه تاب انتقال برق ترکمنستان به افغانستان و پاکستان تسریع شود. در همین حال رئیس پروژه های بین المللی انرژی برای افغانستان و پاکستان هدف سفر خیش را تقویت و افزایش همکاری های دوجانبه خوانده است. برشنا به نقل از او گفته است که در هماهنگی و همکاری مشترک کار پروژه های سبتیشن نور الجهاد تا بالاین انتقالی اندخوی کابل را به پیش خواهند برد. در خبرنامه برشنا تذکر رفته که قرار است دو طرف تا این نشست های جداگانه مسائل حقوقی و تکنیکی پروژه های برق‌رسانی را در کشور مورد بحث قرار گیرند. از سوی هم طبق یک خبر دیگر روزنامه 8 صبح در روی برگی رسمی فیسبوک خود می نویسد. 4 طالب و 1 نیروی جبهه مقاومت در بغلان کشته شدند. منابع محلی در ولایت بغلان می گویند که طالبان حملات تهاجمیشان را از چند نقطه بالای سنگرهای نیروهای جبهه مقاومت ملی آغاز کردند. با گفته این منابع درگیری هم اکنون در روستای دره چرخ فلک ولسوالی خوست فرنگ ولایت بغلان با نیروهای این جبهه جریان دارد. منابع مردمی امروز دوشنبه 14 و روزنامه 8 صبح گفتند که در نتیجه این حمله 4 طالب و 1 نیروی جبهه مقاومت کشته و 1 تن دیگر از نیروهای این جبهه زخمی شدند. منابع مردمی همچنان ادعا می کنند که نیروهای طالبان مردم محل را به گروگان گرفتند تا مانع پیشروی نیروهای جبهه مقاومت ملی شوند. در همین حال با تماس های مکرر مسئولان محلی طالبان در بغلان در این مورد چیزی نگفتند. از سوی هم طبق یک خبر دیگر تاجدین سروش در ری برگی رسمی فیسبوک خود می نویسد. شماری از نهادهای حقوق بشری بارسال نامه به پلیس ناروئه خواهان بازداشت امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان شدند. در این نامه آمده امیر خان متقی به انواع جنایت جنگی
از جمله نسل کشی متهم شده است. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما همراه بودید. جهت حمایت کانال یوتیوب کابل آیس را سابسکرایب و از انگاه را افشار بدهید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما ایزان هستیم. تا خبرهای دیگر الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.